هشت اعدام در سال گذشته در بندر در زندان بندرعباس. هیچ کدوم از این آمار در اون سال اعلام نشده بود و چنین اطلاعاتی خود مسئولین نظام هم گاهی وقتا مطرح میکنند و قبلا هم گفته شده که خب جمهوری اسلامی آمار اعدام، یعنی هر اعدامی رو اعلام نمیکنه و اگر هم اعلام کنه دلیلش در واقع یعنی میسنجن که آیا برای نظام مصلحت داره یا نه. بند اعدام مخفیانه متاسفانه زیاد داریم و امسال هم در گزارش سالانه‌ای که به زودی ما منتشر میکنیم برای سال 2013 به وضوح میبینیم که تعداد اعدام های مخفیانه در واقع خیلی بالاست. در مورد دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پرسیدید. ببینید طبق قانون جمهوری اسلامی رئیس جمهور در واقع قدرت تأثیرگذاری روی یا یعنی که قدرت تصمیم گیری روی مسائل مهم از جمله حقوق بشر و سیاست خارجه رو نداره. اگر ما میبینیم که زندانیانی از زندان ایران آزاد میشن، مثل مثلا دفعه قبل که آقای روحانی میخواستن به نیویورک بروند، فکر کنم دو روز قبلش که روز قبلش 11 زندانی از جمله خانم ستوده وکیل حقوق بشر خانم ستوده آزاد شدند و البته اکثر کسانی که آزاد شدن دوره محکومیتشون تقریبا تموم شده بود، ولی اینها آزاد شدند و همه گفتن که این به خاطر روحانی است، در حالی که آقای روحانی واقعا این اختیار رو در قانون اساسی نداره که زندانی رو آزاد کنه یا اعدام کنه. برای همین ما نه اعدام ها رو دلیل یعنی در واقع در اختیار ایشون میدونیم، نه آزادی زندانیان رو، ولی ایشون میتونن تأثیر بگذارند. میتونه خب ایشون که تأثیر برعکس گذاشته، از وقتی اومده بیشتر بله. یه چیز شده درسته، کاملا درسته و اینم در واقع ما با تمام این سران کشورهای اروپایی، مثلا هفته پیش آقای کارل بیلت در به ایران سفر کرده بود وزیر خارجه سوئد، هم برای مطبوعات اون کشور و هم برای مسئولینشون برای دولتش نوشتیم که اگر به اعدام ما نگاه کنیم که یک از که به نظر ما جدی ترین مورد نقض حقوق بشر محسوب میشه، تعداد اعدام ها قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته امسال در ایران در واقع دو برابر بود، یعنی که دو برابر تعداد اعدام ها از زمان انتخاب آقای روحانی دو برابر شده نسبت به دوره قبلش و این خب شدیداً ما رو نگران میکنه. یک مسئله دیگه هم که ما دیدیم مسئله اعدام در نقاط در مناطق اتنیکی ایران هست، در کردستان، در خوزستان، در بلوچستان، که اون هم شدیداً بالا گرفته و خب این ما رو نگران میکنه. و نگرانی دوم ما اینه که جامعه جهانی فکر میکنه که به همون شکلی که وزیر خارجه دولت جدید لبخند میزنه و در واقع صحبتش فرق کرده در خارج کشور، به همون شکل هم مسئله حقوق بشر تغییر کرده، در حالی که این کاملا نادرست این صحبت و حتی بدتر هم شده. پروفسور امینی مقدم، میخواستم ببینم با شما از داخل تماس میگیرن، یعنی کیس ها بیشتر با شما تماس میگیرن خانواده های اینایی که خطر اعدامه، بعد یا شاخه‌ای دارین در ایران که این کارو میکنه؟ شما چجوری هرچی بیشتر سر صدا بکنیم در خارج طبیعتا خب اونا جونشون در امان تره فکر میکنم، نه؟ بله ببین خب ما در ایران در واقع سازمان حقوق بشر خب وقتی که آغاز به کار کرد بیشتر کسانی که با
با ما کار میکردن در ایران بودند و هنوز هم در ایران هستند. البته خب فعالیت ما رسمی نیست، درست، چون که در یعنی زیر زمینیه در اصل، بله، نظام جمهوری در داخل کشور زیر زمینیه، در خارج نه، بله، در ایران اجازه که تشکل یک در واقع اجازه ایجاد هیچ تشکلی رو نمیدن در ایران، حالا چه حقوق بشری چه غیر حقوق بشری، ولی خب بله اطلاعات از این طریق میرسه، منابعی هست در ایران، در حالا میتونه در درون سیستم قضایی هم مثلا اطلاعاتی باشه در، ولی در مورد این شما پرسیدید که آیا توجه در خارج آیا به این افرادی که میخوان اعدام بشن کمک میکنه یا نه، درست متوجه شدم؟ درسته، بله، همین خواستم. بله، ببینید تجربه این چند سال نشون داده که حکومت براش هزینه این اعدام ها خیلی مهمه. اگر هزینه اعدام ها بالا باشه، ما دیدیم در موارد در چندین مورد در واقع زندانیانی که توجه زیادی در جامعه بین المللی گرفتند، حکم اعدامشون یا به عقب افتاده یا حتی لغو شده. و این من فکر میکنم که میشه گفت که این یکی از موضوعاتی است که مردم باید بهش کمک کنن، چون این برعکسش رو هم شنیدیم که مثلا به وکیل و یا به خانواده گفتن که کسی در این مورد صحبت نکنه، ما خودمون سعی میکنیم کارش رو درست کنیم که اعدام نشه، که متاسفانه نمیشه به این سیستم اعتماد کرد و ما مواردی رو داریم که در واقع اول امید دادن به خانواده و بعد در واقع در خفا اعدام کردن و وقتی هم که فرد اعدام شد دیگه کار از کار گذشته است. بله، حتی کسانی هستند در سیستم قضایی که یعنی ما یکی دو مورد رو در همین سال اخیر داریم که مبلغی هم پول از خانواده گرفته بودن که بهشون قول بدن که اعدام نمی کنند، که متاسفانه اینطور نشد و ولی خب این رو هم ما میتونیم درک کنیم که خانواده زیر تحت تهدید شدید هستن. اعدام این معلم عرب اهوازی در زندان کاران یا در اهواز در چند هفته پیش، خب اینو به خوبی نشون داد که حالا از یک طرف حکومت اینها رو این افراد رو دستگیر کرده با اتهام دروغی محاربه که اینها تروریست بودن در حالی که یک معلم و فرهنگی بود، دو اینکه بدون اطلاع وکیل و خانواده این افراد رو اعدام کردند، سه به اجساد این زندانیان رو هنوز به خانواده‌شون تحویل ندادند و خانواده رو تهدید کردند که فقط اگر میخوان مراسمی اجرا کنند بدون سر و صدا باشه. یعنی که این مسئله اعدام نه فقط نقض حقوق فردی است که اعدام میشه، بلکه حتی سرکوب یک نقض حقوق بشر برای خانواده هاست، برای کل جامعه است. آقای دکتر، آگاهی، تشکل، همصدایی، عکس العمل ایرانیان خارج کشور با سازمان شما چگونه هست؟ همکاریشون، کمکشون، یاری رسوندنشون؟ ببین از اونجایی که سازمان حقوق بشر ایران هیچ، یعنی در واقع از لحاظ حزبی و سیاسی مستقل هست و در این چند سال ما اینو ثابت کردیم که برای ما هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی قرار اعدام شه یا حق چه کسی نقض میشه، بدون توجه به گرایش سیاسی، مذهبی، اتنیکی ما از حقوق همه دفاع میکنیم و نقض حقوق همه رو محکوم میکنیم. به این دلیل خب
از اعتماد قابل توجهی برخوردار هستیم. در مورد میزان فعالیت متاسفانه حالا نه فقط در زمینه سازمان ما، سازمان های حقوق بشری دیگر هم وجود دارند که کارهای مهم و خوبی انجام میدن. در سوئد؟ بله، در زندانیان در سیاسی. بله، بعد در انگلیس، در محبوبی. بله بله، در آمریکا مثلا در کارده. کاملاً بله. و ولی خب ببینید، مسئله حقوق بشر خب یک مشکلی که داره اینه که هنوز حقوق بشر مسئله شماره یک نیست. درست. مثلا و حالا چه در داخل جامعه ایران چه در خارج، ولی من فکر میکنم که داریم به اون سمت پیش میریم. ببینید، اگر در این سالهایی که الان خب 22 بهمن بود، چند روز پیش من یه سخنرانی داشتم در جلوی مجلس نروژ و واقعا اولین برخورد من با مقوله اعدام، اولین باری که این کلمه رو شنیدم، چون من اون موقع فقط 8 سالم بود، تقریبا 2 روز بعد از انقلاب بود که اولین اعدام هاست، یا 3 روز بعد از انقلاب، 25 یا 24 بهمن بود که اولین گروه اعدام شدن از افراد حکومت سابق. و مسئله اینه که اگر اون روز گروه هایی بودن که مسئله حقوق بشر ارجحیت شماره یکشون بود، من فکر نمی کنم وضعیت به اینجا می کشید. اگر کسی می گفت که خب بذارید حداقلش اینه که وکیل داشته باشن، بتونن به صورت قانونی دفاع کنن از خودشون، و اینکه اعدام در هر صورتی بدون توجه به اینکه چه کسی باشه یک مجازات غیر انسانی است. اولین اعدام ها رو اونجا شروع کردن که من فکر میکنم که هیچ گروهی اعتراض هم به این اعدام ها نکرد. آقای دکتر، من فقط اینجا میخوام یه مطلبی رو خدمتتون بگم. در یک سال بعد از یک سال و نیم بعد از انقلاب، من یک کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در امریکا و یعنی در دنیا درست کردم که اعضاش نمایندگان کشورها در کمیسیون حقوق بشر بودند. آقای جان پی هامفری که رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بود، رئیسش بود. ویلیام وندن هوول که نماینده امریکا بود در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد، الان در نیویورک زندگی میکنه، معاونش بود و عضو فیلیپینی داشت، عضو نیجریه‌ای داشت، عضو سوئدی داشت. اینها خیلی کار کردند. اینها بودند که رفتند و موضوع نقض فاحش حقوق بشر رو در وزارت امور خارجه امریکا فشار آوردن که امریکا در کمیسیون حقوق بشر قرار بده در دستورش. ایرانیان خیلی کارا کردن در این سالها، متاسفانه نوشته نشده جایی و ماها با همدیگه تبادل نظر نکردیم و خیلی همون نمیتونیم. بله بله، این ببینید، این برای ثبت در تاریخ و برای کسانی که خب بعد از این دوره ها میان خب خیلی مهمه، چون که در اون دوران یعنی دیوید مورس که مدیر کل سازمان بین المللی کار بود، International Labor Organization، عضو همون کمیته بود که در خدمتتون عرض کردم. تمام افراد برجسته دنیا اینا عضوش بودن. آقای یک رئیس کمیته حقوق بشر در هلندی عضوش بود، اسمش الان خاطرم نیست، خاطرم میاد، ولی اعضاش توی اینترنت هست، اگه کسی بزنه Human Rights Committee 1981 Human Rights Committee for Defense of Human Rights in Iran. کار کردیم، ولی متاسفانه همچون که میگین اولا پراکنده بوده، کلکتیو نبوده. دوم که خب مثلا پروفسور امیری اینا تو اروپا بودن، تو امریکا اینا با هم دیگه، پروفسور امیری در اون زمان
یک چیز بوده، یک جوان نوجوان 10-12 ساله بوده. بله ولی میگم یعنی امثال ایشون تو اروپا بودن اون موقع، ساله. این نزدیکی به خاطر اینترنت و اینا نبود، بله. که بتونن کوردینیت. الان به خاطر اینترنت واقعا همه چیز، همین سکایپی که الان ما باش داریم استفاده کنیم، نزدیکتر بله. شده. و امروزه من فکر کنم ما ایرانی ها باید با همدیگه روی این مسائل حقوق بشر که به نظر من مهمترین حربه ما برای آزادی ایران و برای فشار روی این رژیم حقوق بشره، که متاسفانه امروزه دنیا چشمشو به روی حقوق بشر بسته. یعنی آقایون حاضرن هر معاملهی با جمهوری اسلامی برن بکنن، ولی چشمشونو به حقوق بشر ببندن و بگن آقای روحانی مادرته. کدوم مادرتی میاد در عرض چند ماه 300 خورده ای کشته میده؟ بذاریم پروفسور امیر مقدم برام توضیح بدن. ببین قبل من به این موضوع فکر کردم که شما آقای گنجی اگر خاطراتی نوشته اید که حتما اطلاع بیشتری بدین، چون که خب شما در ضمن گزارشگر سازمان ملل هم در زمینه آپارتاید بله بوده اید قبلا. بله من اولین گزارشگر آپارتاید سازمان ملل بودم. بله و من فکر میکنم که خب تجاربی که شما دارین در این زمینه، تجاربی که در زمینه تشکیل این کمیته حقوق بشر دارین، خب خیلی مهم هست، هم برای ما هم برای کسانی که بعدها میآیند. و امیدوارم که شما هم در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنید. البته من میدونم که خب برای شما توی برنامه‌تون شاید مثلا مشکل باشه، ولی خب به صورت یک کتاب یا خاطره من فکر میکنم که خیلی خیلی ارزشمند هست، به خصوص در اون دورانی که ببینید در سال 1981 یا 80 فقط فکر کنم 3 سال بود بعد از اینکه، یا 4 سال بود بعد از اینکه حتی کشور فرانسه حکم اعدام رو لغو کرده بود. یعنی در اون دوران مسئله اعدام خیلی عادی بود و اگه یعنی من خوب یادمه که اعدام باید گردد معمول‌ترین شعار بود توی ایران. اگر استاندار کارش انجام نمیداد میخواستم بگم باید بره، میگفتن اعدام باید گردد، یا میدونیم مرگ بر اینکه مسئله حق حیات اینقدر در واقع بی‌ارزش بود که و من فکر کنم دلیلش همین اعدام ها هستند. که حالا شما اشاره کردید به این فعالیت ها و خانم گنجی عزیزم اشاره کردن که ما باید با هم باشیم. من فکر میکنم که یکی از موانعی وجود داشته همین مسئله سیاسی کردن حقوق بشر هست. مثلا ما خب یعنی من فکر کنم برای همه پیش اومده این افراد یا گروه ها وقتی که حقوق خودشون نقض میشه مدافع حقوق بشر میشن و بعد میدونیم بعد میشه گروه بعدی میاد که تا اون موقع به اون نقض حقوق بشر ها اعتراض نکرده بود، ولی اونم نوبت خودش میشه دوباره اعتراض میکنه. مثلا ما خب در 4 سال گذشته دیدیم که خب کسانی که در همین نظام بودند در سالها در نظامی بودند که اعدام در اون اجرا میشد و بعد از آغاز جنبش سبز مخالف نظام شدند و حتی مخالف اعدام شدند و خودشون هم به نتیجه رسیدند که درسته ما اون موقعی متوجه شدیم که اعدام بده، که سرکوب بده، که دیدیم که نزدیکان خودمون رو در بر میگیره. و من فکر میکنم که امیدوار نیستن که همه مردم منتظر بشن که حقوق خودشون نقض شه تا مدافع حقوق بشر بشن. هیچ فرقی بین حقوق من و شما نداره، چون که به محض اینکه حقوق یکی از ما نقض بشه حقوق طرف دیگه شدیداً تحت تهدیده. این خب این یک طرف. یکی هم اشاره کردن به استفاده سیاسی. ببینید ما هدفمون اینه که حقوق بشر بهش احترام گذاشته بشه، اعدام نباشه. حالا مهم نیست که اسم این رئیس جمهور روحانیه یا احمدی نژاده، ما ملاحظه نمی کنیم.
مهمم نیست که حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت دیگریه. ببینید ما قصد نداریم که سازمان حقوق بشر رو منحل کنیم وقتی که حکومت تغییر کنه، قصد داریم اتفاقا فعالیتش رو بیشتر کنیم. آقای دکتر داره وقت ما تموم میشه، با اجازتون اگه یه دقیقه دیگه خلاصه بفرمایید، اون وقت منم مطالبی که کوتاهی که دارم میگم و برنامه رو تموم میکنیم تا انشالله به زودی. بله بله، نه میبخشید زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم. خب همین این که ما در واقع باید مسئله حقوق بشر رو به مسئله عمده تبدیل کنیم که و فراحزبی باید باشه. بله فراحزبی. و ببینید مثلا یک اشاره میشه، مثلا میگن که خب چرا اعدام هایی که در تهران میشه توجه بیشتری میگیره تا اعدام هایی که در اهواز میشه یا بلوچستان میشه؟ و من موافقم واقعا، چون که درسته. دیده میشه که توجه نمیگیره در حتی رسانه های مثلا بزرگ خارج کشور، اون توجهی که باید نمیگیره و من فکر میکنم که اینها اثر منفی داره. امیدوارم که ما بدون تبعیض، بدون توجه به مسائل حالا سیاسی، اتنیکی، مذهبی، از حق همدیگه دفاع کنیم. اون موقع است که ما میتونیم تضمین داشته باشیم. بفرمایید آقای گنجی. خب این کمیته که من گفتم در کتاب آتش نهفته اسامی همه چی هست، در کتاب Defying the Iranian Revolution نوشته های من این دوتا، و اسامی رو من خلاصه بگم: هامفری رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کانادایی، مورس رئیس سازمان بین المللی کار بازنشسته در واشنگتن، وندن هوول نماینده دائمی امریکا در ژنو سازمان ملل متحد، ریتا هاوسر نماینده امریکا در کمیسیون حقوق بشر قبلا، لوپز نماینده فیلیپین در کمیسیون حقوق بشر، عضو فرانسوی کمیسیون حقوق بشر، عضو نروژی کمیسیون حقوق بشر، عضو کره جنوبی کمیسیون حقوق بشر، عضو الجزیره کمیسیون حقوق بشر. اینا رو فقط میگم برای اینکه در تاریخ بمونه. اینها خیلی خدمت بزرگی در اون سال 1981 انجام دادن. وقتی که هیچ کس صحبت حقوق بشر در ایران نمیکرد، اینا رفتن در وزارت امور خارجه امریکا با هم رفتن، با آقای مورس به خصوص و هامفری، و خواستن که امریکا حمایت بکنه که موضوع نقض فاحش حقوق بشر در دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار بگیره، یعنی امریکا حمایت بکنه، دیگران حمایت بکنه، و از اون به بعد قرار گرفت در دستور و اون گزارشگر ویژه انتخاب شد، اولی انتخاب شد، دومی انتخاب شد، سومی انتخاب شد، الان سومیه. خیلی ممنون دکتر از این که لطف کردین در این برنامه شرکت داشتین. ما به شما افتخار میکنیم واقعا آقای دکتر، خیلی افتخار میکنیم. چون به این ترتیبی که اینا اعدام میکنن دکتر، بدون ما بیشتر با بدون هیچ گونه پاداشی کارهای مهمی انجام دادید و میدید از وقت خودتون، از وقت گرانبهای خودتون و دوستانتون، و از رخسانم خیلی تشکر میکنم. از پیمان باید خیلی تشکر، و همچنین از پیمان. پیمان خیلی ازش تشکر میکنم. که تو اتاق فرمان همیشه میکشه. منم از شما خیلی تشکر میکنم واقعا. خب شما در این زمینه خودتون استاد هستید آقای گنجی، و من فکر میکنم که خیلی مهمه اینکه بر وقت برنامه‌تون رو به حقوق بشر تخصص میدیم، و این خب پیام مهمی رو میرسونه. امیدوارم در آینده حالا اعدام ها کمتر شه، ولی خب نقض حقوق بشر رو ما باید بهش در هر صورت بپردازیم، و به امید همکاری بیشتر. و باز هم بسیار بسیار متشکرم از شما. مرسی از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. مرسی. و همچنین از پیمان خیلی ازش تشکر. تا هفته دیگه. Thank you.
هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. حق انتخاب